دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم. میریم با همدیگه کنسرت های اخیر یک هفته اخیر، در واقع کنسرت های یک هفته اخیر رو با همدیگه مفصل آنالیز و بررسی بکنیم. بریم شروع میکنیم با محسن یگانه. اولا که محسن یگانه بارها به شما گفتم شما بری کنسرتش احتمالا خیلی بهت خوش میذاره، چون ترک خوبه، خوشگل، ماندگار، ابرحیول زیاد داره. این چقدر خوشگله این؟ یه خوبی دیگه هم که داره بند خوبی داره، بند مچی داره، خودش هم موزیسینه و موزیک شناس نوازنده بوده، کلا موزیسین قدریه، ارنجمنت خوبی بندش داره. شما الان داری فول اینسترومنت خوب آلبومو میشنوی. کنسرت های محسن یگانه از نظر نوازندگی هم کنسرت های خوبی هست. حالا من به طرز عجیبی تو تحریرهای محسن یگانه فصلگاتوهاشو بارها با هم دیگه صحبت کردیم، فصلگاتوهاش فستر از حالت تاچ دقیق نوتاست، یه خورده احساس لرزش به آدم دست میده. من قطعا خودش اینو میدونه و قطعا خودش میدونه که این زیباییش نسبت به تاچ دقیق خود نوتها در تایمینگ بهتره. چرا این کارو نمیکنه و این فرمولو همیشه پیش میبره نمیدونم. حالا یه کار با حال هم میتونیم بکنیم، شاید که این کار رو کردیم با همین کار رو برم کنسرت ها، یعنی خودم براتون گزارش سنگین بگیرم از 0 تا 100، یعنی هم از سانچک و اینجور چیزا. شاید این کارو کردیم اگه دیدم واقعا خیلی میکنین حال، چون کار آسونی نیست. الان من پشت دوربین و لپتاپم و تمام خدافظ آپلود، اونجا دیگه باید برم سالون فلان، برم بکستیج، برم صدا برداری. ولی میتونم براتون مثلا اگه میکنین حال و فکر میکنین کار باحالیه با تهیه کننده های اغلب این خواننده ها که رفیق هستن، برم کنسرت هاشون براتون مثلا ویدیو کنسرت بگیرم، حالا شامل یه سری قطعات و بک و فلان و تخصصی مشتی، فکر کنم باحال در بیاد. باحاله. کنسرت محسن یگانه احتمالاً بهتون باید خیلی خوش بگذره. بریم بعدی. آرون افشار با چه تریپ خفنسگاهی اومد. آرون افشار هی داره از اون حالت کت شلوار کراواتی که داشته هی داره مدرن تر میشه. حالا تا کجای کار ادامه پیدا کنه خدا میدونه. الان داریم یه هودی مامان میبینیم از ایشون. بودی نیست؟ کنفتور شدیم. خب خیلی مسلط بر خوانندگیه، جویده، مثل اینکه ما الان داریم فارسی صحبت میکنیم، جویده خوانندگی و خیلی کول و روون، کاملا مسلط بر روی استیج. شلوار جین و فلان و ببین
انقدر مسلط بر خوانندگیه، هر اجرای این ترک رو روی فاصله وکالی داره. بچه فاصله منظور فاصله زمانی نیست، فاصله نوتی. اگه مفهوم فاصله رو متوجه نمیشین بگین که توی ویدیو اینو توضیح دادن، چون که کامنت هایی که بعضا میذارین مفهوم فاصله رو متوجه میشین. الان ما داریم میبینیم که هر بار این آهنگ رو با یک فاصله ای میخونه. خیلی خیلی جویده. کسی که اینجوری بداهه، مطمئنم همه اینا بداهه هست، چون هر اجراش یه شکله، اونقدر فواصل و جویده اصلا کول. خیلی کوله، خیلی بلده کار، یه پاپ خونه استاندارده، کله و فلانو. خب حالا کنسرت های آقای آرون افشار رو نمیتونم بگم اگه بری احتمالا خیلی بهت خوش بگذره، چون دیگه موسیقی سلیقه‌ایه دیگه، چون ایشون تو ژانر سلیقه من حداقل نیست. این تلفیق پاپ و سنتی و یه خورده اولد سکول توری، اون دیگه سلیقه‌ایه، ولی کوالیتی کار بالای بریم. معین زد با رخ جدید بیریش با سیبیل، معین زد دیگه. خب این نوت نمیدونم که چرا این گامو انتخاب کرده، چون که های نوتاش براش خیلی سخته و داریم میبینیم که خیلی زیبا ادا نمیشه. شما یه دقتی بکنی، بیا و این کلمه آخر که خیلی درست ادا نشد، خیلی ضعیفه، خیلی ضعیف داره اجرا میشه. نمیدونم که چرا باید ایشون چنین گامی انتخاب، خیلی براش سخته. یک پرده باید بمتریشون انتخاب میکرد. مگه میشه اینا اصلا سر تمرین ناهنگو نخوندن؟ ممکنه که سر تمرین به حال پیش میاد بچه‌ها که اون روز روزه، مثلا شما یه غذای چربی خوردی، یه لبنیاتی خوردی، هاینوت اصلی خودتو نمیتونی اجرا کنی. خب نمیتونی اجرا کنی، خب یه پرده پایین‌تر بیار. یه رقص منحصر به فردی هم داره، یه اینجوریه منحصر به فردی داره. این باحاله، این که خواننده برای خودش یه رقصی فرمولی بزنه باحاله، ولی اجرای خوبی نبود، انتخاب گام خوب نبود به نظرم. شما باید یه پرده پایین تر اجرا میکرد. بریم بعدی. واو، آقای بزن بهادر و خفنسکای روزگار تلیسچی. خب آقای تلیسچی ما یه ویدیو کنسرتی ازشون دیده بودیم، خاطرم نیست مال کدوم شهر بود، شاید تهران. این ترک پا قدمش خیلی معروف شده دیگه. اون سازهای زهی پشت ایشون ما رو به شک انداخت که این پلی بک باشه. از بعد از اون من واقعا روی اجرای زنده نوازنده های ایشون به شک افتادم. من به زرس قاطع با این کوالیتی موبایلی نمیتونم الان توی ویدیو یک دقیقه راجع به این موضوع اظهار نظر کنم، ولی اون ویدیویی که شک من رو 90% بود رو پلی بک بودن اینسترومنت های زهی، این شک وقتی که شما یه بار این کار رو میکنی دیگه ممکنه روی یه اینسترومنت ببری رو 10 اینسترومنت و شک ما رو بیشتر کرد. یه موقع است که شما سکونس کردن و یه لاینی رو برداشتن و گذاشتن، در صورتی که ساز اجرای زندهش موجود نباشه، به حال صدا سازیش کار سختی باشه و غیره، این اوکی هست. ولی اینکه اینسترومنت اصلی اون ترک که ویولون باشه و سازهای زهی شما اونو برداری و به صورت پلی بک پخش کنی و الکی بیان یه ادایی در بیارن، اینش مهمه. این موقع است که شما واقعا
کمبود نوازنده داریم. مثلا من توی آهنگم از یه ساکسیفونی استفاده کردم که نوازنده ریلشو ندارم، با اینسترومنت دیجیتال اینو نوشتم دیگه، پلی بک میکنم ولی آدم نمیارم اونجا ادا در بیاره، متوجه سیکونس داره پخش میشه. این کارو خیلی هم میکنن. اون ترکی که من ازش شنیدم منو به شک انداخت. بنابراین من واقعا اگه که میکنین حال کامنت کنین که میکنم، در واقع میکنم حال. و من یه تخصصی رو اینسترومنت های آقای تلیسچی هم بریم با هم دیگه، یعنی یه سری ویدیوشو بذارم کنار هم دیگه، ببینیم که واقعا سازها همشون یا برخیشون داره ریل اجرا میشه یا خیر. این که شما ریل اجرا نکنی اصلا، دارم میگم پوان منفی و کار اشتباه خطا نمیدونم غیر اخلاقی فلانی نیست، ولی این که بیاری مثلا گیتاره رو الکی بزنه ولی صدا جای دیگه پخش بشه، این کار جالبی نیست که ما اگه دوست داشتین این کار رو در کنسرت ایشون بررسی میکنیم. خب آقای تلیسچی چون خیلی خنده روه، واقعا کاراکتر خوبی داره برای استیج گردانی و واقعا هم استیج گردانیش خوب هست، خوشبر و روه، خوشخنده است، واقعا پارامترهای خوب گردانندگی رو داره. ولی همچنان ما داریم تو صدای ایشون اندک فالشی هایی میشنویم و بریم کنسرت بهنام بانی با بی در نظر گرفتن وزن کار. واقعا بهنام بانی مسلطه و چقدر خوشحالم که یک آدم استعداد استیج، یعنی استعداد هر کاری در اون کار خودش در ایرانی که عموماً استعدادها به حق خودشون، یعنی در واقع جایگاه مناسب خودشون نمیرسن، ایشون میرسه. این برای ما خیلی جای خوشحالی داره که میبینیم مثال چه میدونم کریم باقری فوتبالیست خفن میشود، مثلا تو اسنپ، حالا با احترام به همه اسنپ کاران و بقیه مشاغل، تو اسنپ و سبزی فروشی نیست، تو فوتبال بوده، خداداد عزیزی در فوتبال بوده، بهنام بانی در خوانندگی بوده و ای کاش که اغلب استعدادهای ما بتونن تو جایگاه خودشون باشن. ایشون خیلی مناسبه کاراکترهای خوانندگی رو به طور کامل به زعم من داره. پنجره قوی، دیافراگم بزرگ و قوی، صدا مشتی، اکت خوب، آهنگ ها خوشگل، بند مچ. ببین چه جوری هم عرق کرده، البته خب به متابولیسم هم مرتبطه، ولی ایشون هم داره فول مایه میذاره. داداش خب گرمته اونو در بیار، جمعیتو خیلی مسلط. شما تمام تحریرها تیون، واقعا کارو از آن خود کرده. سیبیل آتشین و فلان و خب فکر کنم ایشون آقای مهدی یغمایی باشه، امیدوارم که درست گفته باشم. سایه سنگین بر روی مو، باریک الله. موسیقی
از دل چرا رنجیدی، از دل چرا رنجیدی. اجرای خوبی، من فکر کنم اولین دومین باری بود که صدای آقای مهدی یغمایی رو میشنیدم. به نظر خواننده خوبی ایشون میاد، فکر میکنم کار رو خیلی خوب بلده. بریم آقای ایشون هم خوب داره تریپ عوض میکنه و تریپا رو خفن اسکای میکنه، آقای حمید خان. هیچکی نمیخونه بچه ها. اینم از تا اگه شما به نظر من اگه شک داری که خواننده مردم بخونن، به نظرم این ریسکو نکن، چون که شما میکروفون بیاری هیچکی نخونه آدم ابرکنف میشه. باید خیلی مطمئن باشی وقتی داری میخونی، خب جمعیت رو میبینی دیگه، دارن با تو میخونن همزمان یا نه. اگه رخ کار دیدی کمن، هیچ وقت این کارو نکن که سیت قارت شه. اگه میبینی زیادن این کارو کن، چون آدم یه خورده ملو ضایع میشه. حالا مردم هم خب تابلو الان باید بگی دل من که یه آهنگو نشیندم معلومه، بگو دیگه، اومدی بگو دیگه. بچه اگه بالاخره کنسرت من شد الکی هم شده، حالا اگه شعرهای من بلد نیستین یه چیزی بگین که یه آوایی در بیاد، آدم کنف نشه. خب این تیکه رفت حالا، آفر. خب به نظر آقای حمید هیرادم اوکی کنسرت ها، باریکلا توی این پارت هایی که داریم میبینیم به نظر تمیز میاد. بریم آقای بهرام، رضا بهرام. ولی خب دیگه همه کنسرت ها پشت به پشت هست دیگه، امیدوارم که کنسرت ما هم بشه. میدونی الان مثلا ما چه فرقی داریم؟ والا همون قیافه. مگه الان موهای من شبیه موهای آقای بهرام خانه؟ این لباس مشکی، ایشون مشکی، ما یه تعریش داریم، ایشون چیشتیق. عرضم به خدمت چش اشتو ابرو. حالا مال ما چرا خار داره مجوز؟ من یه تعجب سنگینی رو اجراهای رضا بهرام دارم. رضا بهرام بعضی وقتا یه اجراهایی میکنه تو اینستاگرامش هم میذاره اینا، شما میبینی واقعا خوب میخونه، واقعا قشنگ، خوشگل، تمیز، تیون فلان. بعضا تو کنسرتاش میبینیم واقعا تو برخی جاها فالشی داره. من هنوز آمار ایشون در نیاوردم که ایشون چه اتفاقی براش میفته که بعضا به فالشی میفته، اگرچه من گوش قدرتمندی در ایشون میبینم. نمیدونم وقت کافی رو خودش نمیذاره، نمیدونم، ولی رضا بهرام جز افرادیه که متاسفانه احساس میکنم که قدر توانایی هاشو نمیدونه و اون تمرینات کافی رو خودش نمیکنه. و اینا رضا بهرامی که من تو اینستاگرام بعضا میبینم میخونه لایو، انتظار نداریم که این پرفورمنس رو ازش ببینیم. و قبلا هم اجراهای عجیب و غریب دیدیم، سویچ های مختلف میزنه، از گام میفته بیرون و این جای تعجب داره. میدونی برخی هستن، حالا قبلا ما هم دیگه صحبت کردیم، حالا الان نمیخوام اسمشون بگم، اینا ابرشوت منگولن. خب اونا بحثشون، ولی ایشون ابرشوت منگول نیست، خواننده است. فقط چه اتفاقی میفته که نتونسته اون ایراداتو برطرف کنه که همیشه تمیز بمونه، باید دید که دلیل چیه. خودش بیشترین م...
نمیدونستم بعد بیشترین چی بگم. منظور این که خودش میدونه که داره چی کار میکنه. اتفاقی هم که تو خیلی از کنسرت‌های ایرانی می‌بینم ایر مانیتورینگ رو در میارن از جمله ایشون. نمیدونم چه اتفاقی هست که چرا خیلی احساس راحتی نمی‌کنن، صدای خودشون رو خوب نمی‌شن، ترجیح میدن که با آمبیانس سالن یا مانیتورهای زیر پا بشنون، ولی خب این کار اصلا مرسوم نیست. اینجا ما فالشی های آقای رضا بهرام زیاد شد. بح! رفیق ما اومد، رفیق ما اومد، مجید رضوی ببینیم چی کار میکنه. این همه ما گفتیم مجید مجید مجیده دیگه. سلطان کفش نور خوبی هم هست. آره مجید رضوی جزه معدود جوونای پاپ باز. ببین خیلی هاشون مثلا ما الان آرون افشار افرادی بودن که اینا سنتی اومدن تو پاپ، یا مثلا خیلی های دیگه، جز معدود افراد پاپ بازیه که جدید التأسیسه و از محصولات مسعود بی ام وست، ولی داریم میبینیم خوانندگی هم مسلطه. اون من افرادی که با آقا مسعود خان کار میکنن، این چیزی که ما در لایواشون بعدن دیدیم از مثلا آرش و مسی و غیره، اینا واقعا خواننده های استودیویه، خواننده حرفه لایو نیستن. ولی مجید رضوی نشون داده که ابر هیوله، واقعا تمیز و خوبه، کارشو من خیلی دوست دارم، خوشتیپم هست. 1.80 قد کار. واو. و ماکان بندی اومد که یه روی کردی نسبت به ماکان بند هست. بالاخره اینا بزک دوزک زیاد میکنن، جنگولک بازی زیاد میکنن بچه ها. برای منم تو اینستا خیلی میفرستیم. من جز افرادی هستم که بسیارم میپسندم، یعنی اینکه اون یه فاز مایکل جکسون رو این کارا میکردن، اونا عالیه، چرا ما نباید استقبال کنیم؟ تازه خیلی دست و بال بسته است، یعنی شما والا من که دستمو اینجوری میکردم 7 دور ممنول کار میشدم، ولی دست و بال بسته است. ولی همین که دارن یه اکتی، یه پرفورمنسی، یه کاری، اینا اصلا ادقه برای من فوق‌العاده هم خفن و باحال. این که از یه لپ لپ توری در اومدن از جعبه مقوا، اینا باحاله. حالا ما امکاناتمون هم خیلی کمه، ولی با همون امکانات هم دارن یه کارهای باحالی میکنن که نظر بصری هم زیبایی داره، باحاله. اینا کامنت نیست. این که شما فوکوس رو بذاری رو اون و از خوانندگی مثلا غافل شی، بزک دوزک و جنگولک غالب بشه و خوانندگی بیاد پایین و فالشی بخوره، اونا بحث صحبت همیشگی من است. وگرنه من خودم خیلی هم دوست دارم، تریپای باحالی میزنم، من خیلی دوست دارم. اینکه همش سعی میکنن حتی تو تریپ پشونم کاره عجیب و غریب و اینا، اصلا اینا همش خیلی ماهیت این کاره. شما که کنسرت مثلا همایون شجریان نیومدی، خیلی باحاله. فقط اینا همه فاکتورهای بعدی هستن، اصل کار خوانندگی که بریم ما ببینیم. میخوام این با من به تو تقدیم کنم، تو را از همه تفریق کنم، به تو جمشم خوشی را تحصیم کنم، نمیخوام نیستم. خب دیگه الانشون بم کرد فال شد. موسیقی
عاشقانم هم استایل همین مجید رضوی و این آرش مستی و همشون خیلی شبیه به هم نیستن. خب اولا که من یه کامنتی که دارم، خب ایشون داریم میبینیم که هر جا که فرکانس ها میاد پایین و نوت ها بم میشه فالشه ایشون بیشتر میشه. خب اولا داداش مگه شما خودت متوجه این نمیشی؟ خب خودت این آهنگو قبلا تو استودیو ریکورد کردی، مثلا های نوت ها رو یه بار ریکورد کردی، دو بار ریکورد کردی، تمیز شده دیگه، رفته تو پروسه میکس، ولی احتمالا همین پارت هایی که داری الان تو لایوت هم داره خطا میخونی احتمالا تو استودیو هم 8 دفعه مثلا خوندی یا 7 دفعه خوندی، یا خودت داری حسن بگو یه بار خونده باشی، حداقل خودت داری اون فالشیا رو میشنوی. خب وقتی خودت متوجه این قضیه میشی، چرا سوال اصلی میده، چرا اینقدر اینسترومنت ها رو خالی کردی، فقط یه اینسترومنتی گذاشتی که هی فواصل کوردار هم میگیره و شما رو ممکنه که به گمراهی بندازه، چرا ذره پرتر نمی کنی که گوشتو پر کنی از نوت های آکورد که احتمال خطا رو از خودت بیاری پایین. این یک. دو، خب چرا شما تو لایوت مثلا یه پرده زیرتر نمی کنی از اون حالت در بیاد؟ چرا شما برای کنسرت یه پلن دیگه ای نمی چینین؟ شاید امپی 3 این شکلی باشه، ولی چرا برای کنسرتت این پلن نمی چینی که خودت که ضعف کارو می دونی؟ به نظرم یه تعجب می کنم بیشتر، یعنی یک مهندسی معکوس روی این کار نمی شه که آدم ضعف های خودشو بتونه پوشش بده. چرا باید شما این پیانو رو بذاری زیر خودت که گیجی احتمالا نتونی کوردا رو خوب پیدا کنی؟ چرا اتفاقا به پیانیستت مثلا نمیگی که حالا یه جوری نوتای ملودی وکالت هم توی پیانوش بنوازی که شما یه هینتی داشته باشی وقتی ضعف داری؟ یه موقع تو ضعف نیست حاجی بزن بریم مثلا. اون رفیقش آقای روحام صدای بمو چه غری داره. به هر حال بریم کنسرت ایکس بند بابا. ببین ایشون الان آقای ایکس بند، من حالا اسمشون رو که نمیشستم، اوشون رو بگیم خانوم ایکس بند، آقای ایکس بند. الان آقای ایکس بند که انتظار حاجی بتره کنیم، آخه مگه میتره که این وضعیت به نظر من فقط خیار گوجه پرتاب سنگی، این تنها چیزی که من از این میتونم، آخه مگه اون من فکر کنم رایگانه، یعنی عمرن. بالاخره ما درسته که حالا خارج کم زندگی کردیم، ولی دوتا خارجی دیدیم، خارجی الکی پول خرج نمیکنه. یعنی شما اگه این پولی باشه کی آخه میره پول اینو بده؟ این احتمالاً عملاً که رایگان تور باشه و چون که آدم پولش یا پول زحمت نکشیده است، یعنی پول زحمت کشیده رو شما اینجوری آتیش نمیزنی. این اصلا هیچ ماهیتی شما الان براتون یه ذره عقب بزنم به یه بررسی ملو بریم. خب الان آقا که نگم براتون میخونه کامل خارج از گامه. خب اصلا این ماهیت هارمونی موسیقیایی شما نمیشنوید. خب این هر جفت آقا خانم ایکسپند هر جفت ابر فاش. اصلا آقا میخوام بهتره کنی، اصلا معلومه حتی با مردم هم حرف بزنم این هیچ کدوم از فاکتوره خانندگی مثلا نه سردرد گرفتم خودم وقتی که من بلد نیستم بگم آقا من الان دارم هنجره میدم پایین که سعی کنم دیافراگمم درگیر باشه. این اصول اولیه خوانندگی و ایشون مال جلسه اول کلاس خوانندگیه، رو هم نداره در همین آقا حاجی حال کنید. خب بله به این ترتیب و ابر سیت قارت بود کنسرت
ایکسپند. امیدوارم که لذت برده باشین. شما هم تجربه کنسرت های اخیر داریم. ما خب هر هفته یک ویدیو داریم، کنسرت های اخیر همون هفته رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.